19 تیر ماه 1374 شهادت مجاهدین خلق حسین صدیقی، ابراهیم سلیمی و یارانی یرتبار به دست تروریست های رژیم خمینی. 19 تیر ماه 1374 بر اثر حمله جنایتکارانه تروریست های رژیم آخوندی در بغداد، سه تن از مجاهدین به نام های سید حسین صدیقی، ابراهیم سلیمی و یارانی یرتبار به شهادت رسیدند. مزدوران رژیم خمینی از داخل یک تاکسی به جانب اتومبیل مجاهدین آتش گشودند و به طور همزمان به شلیک موشک‌های RPG-18 مبادرت کردند. عناصر عمل‌کننده این جنایت تروریستی همان کسانی بودند که قبل از آن در تاریخ 27 اردیبهشت 74 به خودروی لندکروز حامل مجاهدین در منطقه اشعب شلیک کرده و مجاهدان خلق عفت حداد و فرشته اسفندیاری را به شهادت رسانده بودند. این شبکه تروریستی مستقیماً توسط نادر یارحمدی، دبیر دوم سفارت رژیم ایران در بغداد که از افسران ارشد وزارت اطلاعات رژیم بود هدایت می‌شد. مجاهدین در تعقیب تروریست‌ها موفق شدند یکی از آنان را دستگیر کنند. سه مجاهدی که در این عمل تروریستی به شهادت رسیدند از بد به انقلاب ضد سلطنتی به مجاهدین پیوسته بودند. مجاهد خلق ابراهیم سلیمی فرزند خانواده مبارزی از مردم قزوین بود که دشقیمان خمینی مادر مجاهدش فاطمه مسیرها را در سال 64 به جرم حمایت از مجاهدین اعدام کرده بودند و برادر مجاهدش اسماعیل سلیمی نیز در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیده بود. ابراهیم سلیمی در دوره مبارزه سیاسی افشاگرانه علیه خمینی جز هواداران پرشور مجاهدین بود. او پس از شروع مقاومت مسلحانه خود را به منطقه مرزی رساند و در ده‌ها عملیات ارتش آزادی بخش قهرمانانه جنگید. مجاهد شهید حسین صدیقی معلمی انقلابی بود که به هواداری از مجاهدین پرداخت و در سال 62 به منطقه مرزی اعزام شد. او تا لحظه شهادت در کسوت فرماندهی فداکار به رزم بی امان علیه دشمن خدا و خلق پرداخت. یارعلی یرتبار از فرزندان مردم زحمتکش بخش بندپی شهرستان بابل بود. در سال 61 به علت هواداری از مجاهدین زندانی شد. او پس از 3 سال تحمل شکنجه و تحمل اسارت به محض خروج از زندان بلافاصله به پایگاه مجاهدین در منطقه مرزی پیوست و در بیش از 14 رشته عملیات علیه نیروهای جنگ و سرکوب خمینی شرکت جست. خون آن رزماوران که با عشق آزادی ایران سلاح برداشتند در رگ فرزندان آگاه و آزادیخواه ایران زمین جاری شد و یاد و خاطره عزم و رزمشان انگیزه مبارزه و قیام علیه دیکتاتوری آخوندهای تروریست شد. بیستم تیر 1382 قتل زهرا کاظمی در زیر شکنجه. زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی ایرانی تبار 54 ساله در دوم تیر 82 هنگام عکسبرداری از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین توسط مزدوران رژیم آخوندی بازداشت شد. وی در زندان به شدت مورد شکنجه قرار گرفت، به نحوی که بر اثر شکنجه
روز 20 تیر در بیمارستان نظامی بقیت الله جان سپرد. مقامات رسمی رژیم پس از تلاش اولیه در پنهان کردن علت واقعی مرگ روزنامه‌نگار در 25 تیر اعلام کردند زهرا کاظمی بر اثر ضربه مغزی درگذشته است. رژیم آخوندی زهرا کاظمی را به رغم مخالفت شدید تنها فرزندش که خواهان انتقال پیکر مادرش به کانادا بود، روز اول مرداد در شیراز به خاک سپرد. بعداً مشخص شد خانم کاظمی در زندان مورد تجاوز شکنجهگرانش قرار گرفته است. مقامات رژیم برای پرده‌پوشی هرچه سریع‌تر این جنایت دستور دادند به پیکر خانم کاظمی موادی تزریق کنند که باعث تلاشی سریع جسد شود. یک سال بعد پزشکی به نام شهرام اعظم که جسد خانم کاظمی را معاینه کرده بود در یک افشاگری مطبوعاتی گفت زندانی دچار شکستگی انگشت، بینی، خرد شدگی پنجه، شکستگی جمجمه، خونریزی شدید و آسیب داخلی همراه با انواع آثار تجاوز بود. سازمان‌های بین‌المللی و نیز فرزند زهرا کاظمی اعلام کردند که سعید مرتضوی، دادستان تهران، قاتل خانم کاظمی بوده است. ژان پیر ران، نویسنده لوموند نوشت زهرا کاظمی با ضربات کفش مرتضوی به قتل رسیده است. مقامات رژیم قتل خانم کاظمی را از اساس تکذیب کردند. آخوند شاهرودی رئیس قوه قضایی رژیم پس از این جنایت جایزه مدیر نمونه کشوری را به سعید مرتضوی داد.